قاسم شوشتری مشهور به قاسم سیاه خودشو به دفتر زندان معرفی کنید. برو بابا تو هم
سام داشت نصرالله. اوه قاسم ولد چمو سلام. جردم به 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 به. خب پسر کی آمدی؟ دیشب. آب و هواش بت سخته، حال اومدی. خیلی با اشتها غذا میخوری، انگار هیچی نخوردی. گل یا پوچ؟ گل یا پوچ؟ پوچ گله. بابا اکبر، هیچ توفیری نکردی، همون قسم سیاهی که بودی هستی. دندونو میگم. بابام ولا من خجالت تو میکشم. حقش بود این چند ماه که زندان بودی یه توک پس را بار میکردم. آخر تو بالای من رفتی زندان. برای تو داشتن تو اصلا حرفشم ندم. عطی بود گذشت. خب بگو بینم حالا وضع خودت چه ریختیه؟ بد خیلی سخت میگیرن. لابد شنفتی قچقچی را گر و گر اعدام میکنن. راستش ما هم ترسیدیم، همون خرد فروشی رم کنار گذاشتیم. جا زده ایم. درسته بابام، به ترس و لرزش نمیارزید. تازه این مدتی که تو نبودی چی بود؟ ریخت دو دفعه ریختن اینجا را زیر رو. حساب کنم سر این پنج داری گل یا پوچ؟ والله پوچ پوچ پوچ. بابام داشت نصرالله هنوزم گله. ای 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 بپا تو سرت نخوره. گل یا پوچ؟ گله. پوچه. داش قاسم گل سلام نوکرتم. تو کجایی بسر؟ تو ازت خبری نیست نوکرتم. چی کن روغلی نکن یه سادی چی گل کردم مرگه چیونه؟ چی گل کردی؟ باشه دست بهت نمیزنم. دنیا رو بهم میدادن انقدر خوشحال نمیشدم. عباس دلم خیلی واسه تنگ شده بود. قربونت برم منم همینجور. خب پسر تعریفی چی واسه هم داری؟ هیچ شد هشت دفعه زندونی مو میگم. خیلی طول کشید. آی پسر یه چای تمیز ورده بیا. خب تعریف کن ببینم. تعریف ها که همش پیش توه پسر. تو بگو اینم دنیا دست کیه؟ والا قابل تعریف که چیزی نیست. آه. فقط تازگی ها گل خانم یه تیکه دست اول آورده که معرکه است. سوادم داره. باری وقتا مرسی هم میگه. پیش خودمون بمونه گلوش پیش ما. آره پریشبا یه جفت جوراب خجالتمون داد. دیشب هم واسم فال حافظ گرفت. باز چاخان کردی؟ چاخان کدومه؟ دوز حاضر و بوز حاضر بزن بریم. ولی رو کجا میشه دید؟ تو هنوز تو فکر اون نامردی. تمام شهر میدونن اون ناکس لود داد، وگرنه تو آدمی نبودی که گیر بیافتی. واسه همون نامردیشه که میخوام ببینمش. آقا حسین تو بگذر بابا. گذشت مال بابا بزرگاست. گل یه پوچ؟ گله. پوچ. از این حرفا بگذر. اگه بخوای امشب میریم سراغ گل خانم. حالا کوتا شب. هفت هم خوندم. پنج هم نخوندم. هفت و پنج آقا شیرین خوندیم. آره بازه بردی. به به قاسم آقای گل بفرما خوش اومدی. اومدم بزنمت. اونم به قصد کشت.
قاسم، راجب اون موضوع تو بد فکر میکنی، بگی برید. آخه چه ریختی میشه من تو رو لو بدم؟ ما صد دفعه با هم عرق خوردیم، تو رفیق من بودی، الانشم هستی. اما تو نارفیقی کردی. ناچرتم قاسم، حالا صلوات برفرست، کاریه که تموم شده داداش. واسه من هیچی تموم نشده، من 8 دفعه حبسه کشیدم، اما هیچ دفعه به قد این آخری که این ناکس منو لو داد بهم زور نشست. من لو دادم. دادی؟ دادم که دادم. را به جا بدم که لو دادم چم. دازم برا لو بدم. قاسم بسته دیگه نزنش. بندازمت پایین. نه قاسم، مرگ ما دست بردار، تو تازه از زندون مرخص شدی. حیف که دیگه نمیخوام دوباره برگردم. بریم. دختر آجی برنجی زری خوشگله. نه بابا عجب بزرگ شده. دختر اینه بود تا این کده تنبله چشم بذاری چلار شده. الانوز همیشه جشن خیلی ماهی زری خوشگله. پری سبزه اینقدر نکن غمزه، وقتی تو میندازی بالا و میندازی پایین این هوا جون میده واسه دوا خوری. بسه من یه تو خندقه بلا تنه داره، بسه همین الان یه 5 سیری کوف کردی. قصه دارم جونتا. آی پری سبزه اینقدر نکن غمزه، ای بقیهاشو برسون قاسم. کجای کاری؟ انگار حواست نیست. حکرم نکنه دلتو تو میدون جا گذاشتی ها؟ که تو خیال این حرف هاست. بس تو خیال چیه؟ آرتیست شدم من 8 ماه عرفه کشیدم و بعدم یه کله کوبیدم اومدم اینجا به عشق چی؟ کی؟ قاچاق که نتا قمارم که مفازه سابق سوار کارن و رفتن سر کارخونه ماشین سازی. پس من حالا چی کارم؟ راستی من چی کارم؟ اینجاست که شاعر میگه های پری سبزه اینقدر نکن غمزه نکنه دره وازه. به به قاسم آقای گل چه عجب از این برا حبس بودیم خوشگله. میاین تو بارون گره. گل خانم شد 8 دفعه زندونه میگه سرت. بیاین تو درو پیش کنیم. گل باشه مرگ من دیدی چرفتی بهم نگاه میکرد. بس برداره عباس، تو که تو اتاق نبودی واسه هم گرگه میکرد. اخه مقابل تو چطه؟ بی حاصل هم عباس. تو هم که بی حاصلی گیت واسه من ساقت باده. داغونم عباس. دلش باید بسی یه شعر واسه بخونم دلت باشه. های پری سبزه بلکن سان با این شعر بند تو امونی کشتیم رو. موسیقی
زلی جون سلام. سلام. نازیکا جون میبرم خونه عمه. انشالله قبول بشه. خدا گل یا پوچ؟ گل نازی تو برن بچه قاسم سیاه زندون آزاد شده با مگه تو دیدیش؟ آره زوری داشتم واسه عمه خانم اینا نظری می بردم سر کوچه یه ها اومد تو سینم یه خود اذیت هم کرد وای تو هیچی بهش نگفتی؟ مزاحم که نشد خب بیچاره اونم دل داره دیگه اونجور هم که میگن آدم بدی نیست وای دیگه چی؟ به خدا اگه یه روزی جلوی منو بگیره همچی میخوابونم تو گوشش که برق از چشماش بپرست سلام سلام. سلام به روی ماهت مادر عزیزت خونه یا سر نمازه اومدنم ببینم فردا صبح رخت مخت دارین بیام بشورم یا نه والا من نمیدونم از عزیزم بپرس ماشالله هزار ماشالله چشمم کفات روز به روز خوشگلتر و قشنگتر میشی مرسی اختر خانم الهی هرچی دختر سر به هوای فدای سرت بشه یادون باشه شب برات اسفند دود کنم مادر نمدونی چشم مردم که چی خودتو جمع کن باه باه چه پرچونه است زره جون تو خونتون روش ندی نمیدونی مردم پشت سرش چیا میگن نه بابا بیچاره زن مهربونی با از اون آبزیرکه هاست که نگو و نپرس نه بابا زن خوش زبونیه ای با بچه ها آجونم تو من نجده برم تو خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سلام سلام یا الله چادرت شب اینو چپن کردی یه دفعه دیگه اون چادر رو باب کن و ببن قربونت برم عروس ننم کجا میری؟ قربونت برم الهی جانم به نازم جو قربونت شب الهی
چه لعبتی. الهی خودم پیشمرگت بشم. بیا بره برسونمه. بیا بالا. یواش یواش. کاری زمین بیا زمین. حالا بیا دنباله. بایسته بینا. چه؟ مام هست. قابلی نداره. چه؟ باز چی بزنی؟ مام چرا؟ تره میکنه. باز چی بزنی؟ باز تره میکنه. با انجاش میدار. به پا چنه دختر. چنه لش. بچه ننه وایسا ده وایسا ده مرد وایسا زم فرار میکنم باده چرخش حالا خاری میکنم تا دیگه حوست نکنه دنبال دختر مردم میاد مرسی گفت مرسی قربون و مرسی گفتنت فکر کی؟ خاطر خواه شدم عباس این که عزا نداره قاسم سیاه با زری خوشگل دختر حاجی برنجی خیلی راست عباس خیلی راست باس یه فکری کرد سلام نوش میشه یه جوری دری به تخته بخورم ما یه روزی سر و سامون بگیریم خدا رو چه دیدی؟ بذار تصدیقمو بگیرم قاسم جون به موت قسم این بار تموم گردنه کرموشه خودم یه تنه پشت فرمون بودم باز چخان؟ چخان کدومه؟ جون خودت این حقیقت معلوم شد 100% چخانه به قول یارو بلکم 150% حالا میخوای با دختره چیکار کنی؟ فکریم ای بابا وللش ما رو چه به عشق و عاشقی تازه به قول خودت با همم جور نیستیم ترون که بودم تو کاف کریستال یه زن میرخصید از اون مامانیاش حسابی هم پول دار صورت اینه و پنجه آفتاب پر و پاچه اینه و بر قد نگو سه نوبر و یه نگاه خاطر خام شد قاسه گریه و زاری که بیگیرمش دفلک رو تو مذهب قال گذاشتم دفعه پیش که تهرون بودم فهمیدم که به خاطر ما تریاک خورده بود خلاص عباس مرگ مادرت بس کن دیگه تو کنترلت قاطی پاتی نمیشه پسر
نازی تو برم چه خیرته بابام چرا صبحونت نمیخوری؟ داشت نصرالا چاییت برسه الان گلیا پوچ چته؟ آروم شدی؟ سینه کش آفتاب کس کردی؟ بگو کرکو پرت ریخته و خلاصم کن ببینم نکنه گردید کردن برو بابا دلت خوشه داشت نسرولا قربون دست چایی تازه دم باشه بیه تازه دمه تازه دمه تازه اول صبح چی تازه خب چه خبر کامل اخبار هیچی سلامتی دوستان اگر تو نباشی معلوم نیست تکلیف جوون های این شهر چی میشه روزی چند تا کاغذ رد میکنی میذاری چاییم بخورم خب جوونن دیگه تو که این همه تو این خونه و اون خونه سر میزنی خب یکی هم واسه یه مد دست دو پا بکن از تو دیگه گذشته من تو دیگه آفتاب لب بومی اون موقع که ما تو اهواز شلتق میکردیم تو کجا بودی خوبه خوبه جوونیات هم دیدم باش چی شد مرا قابل دونستی باشه بیا تو میگم ها چیه تو دختر حاجی برنجی رو میشناسی بله خودم بزرگش کردم ماشاءالله حالا چی شد پنجه آفتاب میتونی یه پیغام بهش برسونی بعدم باز دمت رو میبینم بهش بگو امرو بعد از ظهر پای آبشار منتظرشم بهش بگو کار خیلی مهمی باش دارم اگه باباش بفهمه چی که بزرگت گوشت ها خیالش. از ما گفتن از ما نشنفتن پنج تومن اینم هفت تومن و اینم نه تومن خدا بده برکت میگم میخوام دوستت دارم زر اینو عباس شاخانم میدونه نه اینجوری خیلی بهش میگم ما خاکتیم نه بابا خاکتیم چیه باز یه چیز قلمبه یه چیز عشقی بهش بگم که کیف کنم بهش میگم که نوکرت زری منو که میبینی پاک نوکرتم نه این ریختی بده اول بسم الله که وابدم سوارم میشه خدای پا چی بهش بگم الان میاد یک کلم نتونستم عبر کنم بهش میگم که زری میخوام بگیرم زنم میشی وصله تنم میشی خب ای گفت نه چی مصابه تو شد چرا سواددار نشدم خدایا آخه چرا من سوادار نشدم؟ دو کلم یاد نگرفتم که امروز مثل خر تو گیر نکنم مقبولت حرف میزنی؟ پسر من دیوونه شدی؟ نه بابا منتظرشم چی؟ منتظرشی؟ من دیدمش داشت میرفت همون باز چه خواهم؟ جون تو راست میگم رفت همون بی خود منتظرش نبا یعنی پیشش انقدر گربه منظرت نیشتیم که یه توک با بیاد اینجا؟ شاید نتونسته شاید هم اقدس پیغومتو نرسونده نمیخونده برو دمه همون
بچه رو باشدی رابی کنه دیگه. بریم امیر. داره میریم عباس، اما روم نمیشه. جونه تو یه ساته دارم با خودم کلنجار میرم. مرگه تو نتونستم چند تا کلمه یه دست گله هم کنم. یه گلاس که بزنی رو دوا میشه. با تموم خنگیت اینو راست گفته. تا دم همون برسیم و یه پنج سیلی کارش رو کنم. خیلی خب. حالا باشت با هم میریم. ندو. ببین نمیدونم چی بگم عباس. یعنی تو میگی منو دست ننداخته؟ والا خودت باست بهتر بدونی. جونه تو خودش بهم خندی. اونا با چه نازی. بعدش هم گفت مرسی. چرا ساکت دیگه چم تو بگو دیگه. او که میگه همه باشه اصلا چا خانت بگو. یکی بونم تو داشت. یه روز تهرون که بودم لول لول سر من با یه فال گردو داشتم عشق میکردم که یه یه ماشین قرمز کروگی جلو پام قیش ترمز کرد. بسا جات خالی پشت درمون یه تیکه از اون مامانش اینا ماه چهارده به هم چشمک زد. گفت میان مام از خدا خواسته رفتیم بغل دست رفتی بالا بگو رفتیم کجا یه راز خونه درم مرگ من تو میزنی؟ میزونه میزون مست چشتم من ببم مک خدر خودم هم ببم مست چشتم زری جون میخوامت خیلی آخه چیکار کنم باورت نمیشه میخوام بیام خواستگاری میخوام زنم بشی خانوم دارم میام تو خط بسه تا اچی میترسی من خودم همه چی رو بهش میگم با بگیم اینم بابا مستم کردی زری جون آقا جونت ساعت دیده پنجشنبه خوبه آقا مصطفی کبرا خانم میگفت یه هفته مرخصی گرفته ایشالله پنجشنبه عقدت میکنیم بعدش هم به سلامتی میری سر خونه و زندگیت آره هم میتونی راست میگه عزیز آخه آقا مصطفی آقا مصطفی چیه ننه؟ نمیدونم بسم الله چیزه مثل جوانای امروزی غیر و حرفایی نید این شورای دختر ماتیه مصطفی درخشان چند وقت دیگه میشه لیسانسیه آره ننه کبرا خانم میگفت قراره بفرسنش خارج از اون گذشته پسر برادرمه از خودمونم آخه من هیچ وقت مصطفی رو جدی نگرفتم تو چه حرفای قلمبه سلمبه ای میزنی جدی نگرفتم چیه اینا همش مال این مجله ها و رمان است که میگیره میخونه اینا دیگه همش زیادیه یعنی ورد زیادیه بچه رو حرف بزرگترش حرف نمیزنیم با امه جوجاش میگه حرف بابا ننه تو گوش کن میگم نکنه اقرس باز تیغت زده باشه نه بابا گفتش بناس امروز بیاد زیارت آخه بناس جوابمو بده میگم بابا اصلا ولش پاشو بریم خونه گل خانم به این معرفت ما قراره عیالمند بشین خب ما هم میشین میگم نظرت چیه با یکی از اون آفیساش عرصی دارم میگم سنگل فاطمه خانم بسم الله رحمتش کن بسم الله بسم الله شو نکن بسم الله رحمت سری بسم الله رحمت
شد. میگم که تو میگه چی میگه؟ نری تو گناهره. فکراتو کردی؟ حتی جرات نکردم حرفشو بزنم. آخه چرا؟ زری باورت نمیشه، اما راست راستی دوست دارم. بی خودی قاسمی، حرفا بی خودی. من از بچگیم نافباری پسرمون بودم. پنجشنبه هم قرار عقدم کنم. صندوق پنجشنبه عقدش میکنم. عباس دیگه هیچ راهی نمونده الا اینکه بدوزمش. جدی میگی قاسم؟ آره به امام اشتم میدوزمش. عباس تو میتونی کامیون اربابتو یه شب کش بری؟ قاطی نکردی قاسم؟ اگه بتونی کار تمومه و این عباس دری از دستم میره. حالا عرق تو بخور. اگه تو قول بدی عباس نصف کار تمومه، از این شهر میبرمش، میبرمش تهران، همونجا هم عروسی میکنیم، بعدش هم مثل بچه آدم میرم سر کار و زندگی. عباس خیلی میخوامش. تصدق یه روز تو میدون شوش بار میزدم، یهو چشم افتاد به یه دختر از اون مینی جوغی های سالا. داشت از پنجره اتاقش دیدم میزد، همچین که چشمم بهش افتاد بهم اشاره کرد. مام از خدا خواسته رفتم سراغش. نمیدونی چه عشقی کرد. دختره تنش بو گلاب میداد، انگار تو حوض شیر خودش شسته بود. از زلفاش بوی یاس می اومد، از اون پول داره بود. خلاصه دختر خاطر خام شد. پس تو هنگ نمی گیری اینقدر چاخان میکنی؟ چه کنیم، زندگی چاخانه جونتا. تصدق باشو باشو زینکو میریم. اینم کجا؟ باز به فکر ماشین باشیم بچه. عباست که نمرده قاسه. ای گفتم نه واسه اینه که نمیخواستم اینجا بری. راستش میخواستم فراموشش کنی، حالا که خاطرشو انقدر میخوای، پس هرچی رو که تو دوست داری عشق هست.
تصدق نوش. پدر یه چیزی بزن که توش غم نداشته باشه. بی غم باشه چش. نه بی غمش. نه جان قاسم اصلا حرفشم نزد. تو به خیال تکش کرد جان تو نمیشه. دست مرگ قاسم اینقدر نه نگو. آخه چرا نمیفهمی؟ گره کار من به دست تو وامیشه. آخه که تو میگی مسئولیت دارم. راستش من میترسم. چه ترسی؟ تو فقط گوش میخوابونی. همچی که خونه خلوت شد و زری تنها شد منو خبر میکنی؟ برکن تا قیامت هم زری تنها فردا تنها شد. آخه روش ننوشتن که چه روزی تنها میشه. تو باس نقشه بکشی اون بتونی یه جوری تنها بشه زن. والا این جور نقشه ها خرج برمیدارن. چقدر میشه؟ هر روزش میکنه به عبارت. خیلی فهمیدم. بیا فعلا اینو داشته باش. بگیر. بازم دمتو میبینم جانتو. همش وعده. جون قاسم گفتم این دفعه روشن روشنت میکنم. فهمیدی؟ خوش خبر باشی. به امید خدا. هی بودش به ما. ای خدا. آمان خدا. خدا حافظ. هی بابام چاییت. امروز چند شنبه هست؟ یک شنبه. یک شنبه. دو شنبه. سه شنبه. چهار شنبه. پنج شنبه. قاسم تو چی شدی بابام؟ خیلی توفیر کردی. چیزی نیست. چیزی نیست. چرا؟ تو اون قاسم همیشگی نیستی. سمت خرگوش و محسن چپ دست صبحی سراغت می گرفتن. می گفتن دورو بر اون هم دیگه افتابی نمیشی. راستش دیگه از اونجور کارا خسته شدم. قمار رو دل دزدیرم خوش نیرم. می خوام اقبالم رو امتحان کنم. می دونی داشت نصرالله، شایدم یکی دو روز دیگه واسه همیشه این ولایت رفتم. از این ولایت رفتی؟ کجا؟ نمیدونم. میرم یه جایی که کسی قاسم سیاه رو نشناسه. میخوام کار کنم و نون حلال بخورم. زنده باشی، زنده باشی بابام. آره، امروز باز زحمت کشید و نون خورد. راستی بچه هم میگفتن دیروز عصر دم و پل دیدنت با اختص حرف میزدی. خب بابام قضیه چی بوده؟ بلا راستش میخواستم اینم به شما بگم. من میخوام زن بگیرم. مبارک هست. دیگر چی از این بهتر؟ راستش میخواستم شما پا پیش بذارین و برین خواستگاری. آخه شما بزرگتر ما این. بابام من که حرفی ندارم. به مشتی خانم میریم و دست دختر رو میگیریم میگذاریم توی دستت. مرسی. خب حالا عیال دختر کیه؟ اشکالش همینجاست. دختر آجی برنجیه. چی؟ مگر مغز خر خوردی بابام؟ چرا پرت و پله میگی؟ تمام بچه تاجرهای درجه یک شهر منت دخترش رو میکشن. جخ حجی سنگ میندازه جلوی پاشون. همه اینا رو میدونم بابا. خب پس از شما هیچ کاری ساخته نیست ولی؟ الله اکبر. بابام قاسم تو هر دختری که بگی روی چشمم دست بله میکنم. اما این یکی رستی رستی خنده داره. میخوای مردم به ریش ما بخندن؟ از این فکر دست وردار بابم. صداشم در نیار که حاجی برنجی از اون بد پیله هست. یک حدیدی کلک وسط سوار کرد. حرف من پیره مرد گوش کن. هرچی یک پیرهن بیشتر است تو تیکه مرد. میدوزنش.
خدا از توی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم چرا انداختی منو چرا هر جا که میرم در بروم بانه میشه چرا هر جا دلیه میشکنه مثل شیشه ای خدا حرفی بزن اگه گوشت به منه این چیه که قلبمو داره آتیش میزنه ای خدا آه ای خدا از توی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم چرا انداختی منو چرا هر جا که میرم در بروم با نمیشه چرا هر جا دلیه میشکنه مثل شیشه ای خدا حرفی بزن اگه گوشت به منه این چیه که قلبمو داره آتیش میزنه ای خدا آه ای خدا از توی آسمان قاسم قاسم هی قاسم بابا تو کجایی؟ شهر رو دنبالت زیر رو کردم چیه؟ اقرس اومده اون سراغ خب گفت امشب مادر زری میره خونه لیلا خانم خیاط پیرهنشو اندازه بگیره حاجی و زری تو خونه تنها هستن وقتی حاجی خونه است میشه کاری کرد؟ خب حاجی رو یه جوری دکش میکنیم چه جوری؟ اصلا چه جوری؟ پیدا کردم حاجی رو به قصد کشت میزنیم بابا شست پات راست میگی سر صدا میشه میگم راستی چطوره که بابا آخه بذار منو گردن شکستم یه ریزی فکر کنم فکر کن بابا فکر کن پیداش کردم بری بری زری ببین که رفتم آقا چون رفتم خدای به زری سلام حاج آقا هستم سلام بگم کی؟ حاج آقا در حجرشون وا شده اون وقت پاسمان و پست منو فرستاده خبر بدم بذارین خودم بیام بهشون حالی کنم ببخشید چه خبره؟ زری بله زری بله کی بود؟ این آقا سلام آج آقا سلام چیه؟ در حجرتون وازه اون وقت پاسمان و پست منم فرستاده که خبرتون کنم بشکنه گردن جلیل ببینم چیزی هم بردن
والا چه ارز کنه؟ ای خدا چیزی نبرده باشم، همیشه قفل میکرده. با اجازه. در حجرتون بازه اون وقت بکه. چی شد؟ تموم شد. تمومه؟ تمومه. بودو بیا. فقط یه رو وقت داریم کارو تموم کنیم. بدو بیا. سلام علیکم آقا. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. هل خبر؟ بس ات شوش. عجیبه والله که قفل همه. یکی آمد بهم گفت چه نشستی که مغازت رو دوست داده، خودم رسوندم خبری نیست. مغازه که بسته است، حاج آقا حتما سر به سرت گذاشتن. اونم قفله، بفرمین برین. خب مطمئن این قفله؟ بله. خداحافظ. قربان شما. دارم نمیخواستیم ریختی میبردمت خونم، اما مجبور به قول داشت نصرالله باز احتیاط کرد. احمق دیوونی، منو کجا میبری؟ خواهش میکنم منو برگردون، من میترسم. چرا میترسم؟ من که باید کاری ندارم. زره خاطر جمعش به دست نمیزنم، تو اوضای منو بیریخ کردی. میخوام با تو عروسی کنم، غیر از این راه دیگه ای نداشتم. داشتم عباس،
عباس شما همینجا میمون، تو برگرد تا اربابت بو نورده. گور پدرش خواستم تا تهران میبرم اتون. خر نشو اینجوری، واسه جفتمون بهتره. ما شبا همینجا میخوابیم، فردا صبح هر جور شده میریم تهران. میبریم پایین. منو کجا میبری؟ تو رو خوده بذار با همین ماشین برگردم. بذار من با همین ماشین برگردم. تو رو خوده بذار من برگردم خونم. بذار من برگردم خونم. تو دوش را بفت. نو کرتم خواستم اینشالله به پای هم پیر بشی. همیشه یادت میکنم. میخوای سر من بیاری؟ فکر میکنی هر بلایی که بخوای میتونی سر من در بیاری؟ هیچی، هیچ بلایی نمیخوام سرت بیارم. ما با هم اینجا میریم تهران، میخوام با عروسی کنم. به همین آسونی؟ همین فردا صبح آقا جونم و فامیلم پیدامون میکنن. خیال میکنی اونا دست ور میدارن؟ نه خیر، الان پلیس خبر کردن. قول میدم از اینجا نرفته بگیرنت. بیا بکش. سرما میخوری؟ سرما میخوری؟ لجبازی نکن، سرما میخوری؟ تو با چی هم میترسی؟ با خودم هیچ کاریت ندارم. امشب ماشین گیرمون میاد یا نه؟ فکر نمیکنم که این وقت شب ماشین گیرتون بیاد. جا داری به ما بدی بخوابیم؟ چرا که نداری؟ بفرمای تو، صبح ماشین فراوونه. واسه خواب فقط همین یه دست رخت خواب داره. عیبی نداره، عوضش جاش دنج دنج. خاطرتون از هر لحاظ جمع باشه. شام خوردین؟ آره آره خوردین. آها ببخشید، اگه به خوردنی چیزی احتیاج داشتین بیاین خبرم. خیلی خوب. میترسی؟ تو رو اون کسی که دوست داری منو برگردون. زری من اونجوری که تو فکر میکنی نیستم. پس چرا این کارو کردی؟ کدوم کار؟ همین که یه دختر رو دزدیدی. این آخرین دزدیه؟ تو آدم عوض بشوی نیستی. من عوض شدم زری، قبول دارم که یه آدم بی سر و پا و قمارباز و یه آدم مزخرف به تمام معنا بودم، اما حالا دیگه نیستم. همین که رسیدیم تهران یه راست میبرم ات محضر و تو زنم میشی، بعد میرم دنبال کار، یه کار حسابی. زندگی خوبی رو با هم میگذرونیم، بچه دار میشی، بچه های قد و نیم قد. زور که میشه تو یه کور رخ شستی و منتظر منی. منم از سر کار که برمیگردم، توی یه دستم نونه، توی این دستم کاست ماست.
میگیم میخندیم شوخی میکنیم بچه همون بزرگ میشن منو تا پیر میشن وقت سلام علیکم آقا مهتی گل تو نمیری سر روزید رسید خبری ها وای چه خبری به به قیامت تو نمیری برو بریم تو بینا پیش پای تو یه جوون و یه دختر از من جا خواستن بردمشون تو از حرفاشون فهمیدم که پسر دختره رو بلند کرده دخترم مثل یه تیکه ماهه جونتو میخواستم رد شم دیدم چراغت روشنه گفتم یه سریم به شاطر بزنم بس بس ها جوره جوره چه جورم دختره چیز نابیه بیا بیا نگاه کن شاتر عجب تیکه نابیه انگار دومیم به خمره زدی با نمیره فوله فوله پس دیگه معطلش نکن قول میدم پسره از ترسش هیچی نگه اگرم جیک بزنه ها خودم حسابشو میرزم قربون تو برو که همیشه شکر خدا هیچی تو دستگاهش نیست داشت بی خودی میری نه قضا داره نه جا جنسه چی گفتی؟ هیچی به شاگلم گفتم به جایشون یه باره که ناش داره تو ششتر میتاریم برو
پری چرا اینجوری شد؟ دیگه همه چی تموم شد. حالا دیگه من آدم کشتم. پام برسه به تهران، دست پلیس که بهم برسه، این برو برگه سرم گله داره. تو آزاد شدی زنی. صبح برای وقت با یه ماشین خاطر جمع میفرستم پیش پدر مادرت. من میخواستم با تو زندگی بسازم اما نشد. خب رو پیشونی ما میجوری من باشم میمونم قاسم برای همیشه. تو اینو جدی میگی زری؟ آره خیلی هم جدی. باکردم اما زری دیر شده. خوش ندارم تو پاسوز من بشی. من نقشه دیگه ای داشتم. میخواستم خوشبختت کنم. میخواستم خب قسمت این بود. دیگه نمیتونی با هم باشی. تو همونطور که اخونت اومدی همونطورم بر میگردی. من بی تو بر نمیگردم قاسم. من دیگه تو رو تنها نمیذارم. دوست دارم فدات شم. شاید این آخرین ساعتی باشه که ما هم هستیم. هیچی نگو قاسم. یه پایین ببینم شش قربه یه برو بالا اون باشی کنار نمیترسی که؟ نمیترسی خوبه
تنهایی؟ بله جام سرمان، تنهایی تنها. دنبال چی میگردین؟ دنبال قشاق میگردین. بری سر اون ماشین. چش خوبه؟ بله. این صندوق بغل ما کن یه نگاهی بکنم. نوازت تو بره. اولین شانس زندگی بود. زری تو شانس من. پس شانست همیشه با هاتی. میترسم، خیلی میترسم. برای اولین بار تو عمرم وحشت دارم. همه چیز درست میشه. این که گازویل تمام شد. حالا چی کار کنیم؟ قطار بیا پایین. همون دومی اونه؟ آره قربوت بیا. تو تا حالت مسافرخونه زندگی نکردی. میدونم بهت سخت میگذره. عیبی نداره. هم.
فردا میرم دنبال کار، بعدش هم یه خونه میگیریم و از اینجا میریم. خوب شد مثل مسافر خونه های دیگه ایراد نگرفت. آخه اینجا مسافر خونه پرتیه، فکر نمی کنم کسی بیاد سراغم. باید خیلی مواظب باشی وقتی دنبال کار میگردی نشناسنت. قصتش نخور، تهرون دریاست، تازه با یه عینک و کلا همه چی درست میشه. زری هیچ رایی نمونده الا اینکه تو برگردی. نه، همه جا رو زیر پا گشتم، ازم چیزایی خواستن که هیچ وقت نشتم، سوء سابقه، معافی، دیپلم، زامن، تازه پلیسم همه جا دون بارم. زری چاره ای نمونده الا اینکه منو ول کنی یا بری. فکر کنی ازت زده شدم، نه، تا روز قیامت هم دوست دارم، اینو راست میگم زری، اما حالا وضع جوریه که نمیخوام تو پاسوز من بشی. زری من دارم نفله میشم، برگرد خونت، بعدش هم با پسرمون یا با هر کی که دارت میخواد عروسی کن. زری ما با هم خوشبخت نمیشیم، یعنی نمیست من پاپه تو میشدم، اما خب چیکار کنم، کار دلم.
آب خوردن نیوردم. داره باز خاطر من خودشو از بین میبره. تازه اگه بعدش هم منو بگیره دیگه واسه برگشتن دیر شده. فقط یه را مونده، خودم رو تسلیم کنم. کجا؟ میرم سیگار بخرم، الان زود برمیاد. زود بیا، نیمرو یخ میکنه. زری چرا واسه اینجوری میشد؟ چرا من یه آدم دیگه‌ای به دنیا نیومدم؟ همه چی تمام شد. همه چی؟ همه چی درست میشه قاسم. همه چی؟ یه جغل بچه که بودم، نه کسی رو داشتم، نه هیچ جا جام بود. شب و روزای نکبتی داشتم، حسرت یه لقمه نون، یه پول سیاه به دلم مونده بود. وقتی که بزرگ شدم خواستم اسم در کنم، خواستم تلافی تمام در به دریا و تو سریایی که خورده بودم در بیارم. قمار میکردم، دعوا را میندختم و قاچاق میابردم، محله را قروق میکردم و همش میخواستم یه ریختی سر زبونا بیافتم و همه قاسم سیاهو بشنستم. یادش بخیر. با عباس شخان شرط بسته بودم که بالاخره یه روزی یه کسی میشم. زری من عرضه گنده شدن رو داشتم، مگه نه؟ تازه خیال داشتم برم تو این استودیو موستودیو آرتیز بشم که تو ناغافل پیدا شد. خندت کار خودشو کرد. اون وقت خواستم آدم دیگه بشم و کار کنم و شبا با دست پر بیام خونه، اما بعدش اینه که آدم باز همون جور بیمیره که به دنیا میاد. بیا نهارتو بخور، این حرفو چیه که میزنی؟ قاسم پای پنجره آژان وایساده، پلیس فهمیده تو اینجایی. بیا از اینجا بریم قاسم، دوری مسافرخونه رو گرفتن، الان میان بالا، به خدا میخوان تو رو بگیرن. تو مثل این که اصلا عین خیالت نیست، الان میان بالا میگیرنت قاسم.
بالا. خدا آه ای خدا از توی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم چرا انداختی منو چرا هر جا که میرم در بروم وا نمیشه چرا هر جا دلیه میشکنه مثل شیشه ای خدا حرفی بزن اگه گوشت به منه این چیه که قلبمو داره آتیش میزنه ای خدا آه ای خدا
از توی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم واسه یه روزم شده سکوتم رو بشکنم ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم چرا انداختی منو چرا هر جا که میرم در بروم با نمیشه چرا هر جا دلیه میشکنه مثل شیشه ای خدا حرفی بزن اگه گوشت به منه این چیه که قلبمو داره آتیش میزنه خدا آه ای خدا از توی آسمونا گوش بده به درد من که میخوام حرف بزنم واسه یک روزم شده سکوتم رو بشکنم ای خدا خودت بگو واسه چی ساختی منو توی این زندون غم چرا انداختی منو ای خدا